17 روز آبان ماه برابر با 8 نوامبر سال 971 خورشیدی برابر با 1592 میلادی، در گذشت میشل مونتینی، شاعر و فیلسوف معروف فرانسوی دوره رنسانس که در منطقه‌ای در جنوب غربی فرانسه به دنیا آمد. وی پس از تحصیل به مطالعه حقوق و سیاست پرداخته و به تفکرات فلسفی روی آورد. مونتینی به عنوان یک اشرافزاده فرانسوی سفرهای بسیار کرد و کتب زیادی نوشت که مهمترین آنها کتاب تحقیق یا مقالاتی است که در 3 جلد منتشر گردیده و در آن به گفته خیش نه به دنبال افتخار و نه در اندیشه سهولت کار خواننده، بلکه تنها به فکر آن بود که درباره همه مسائل داوری کند، خواه برای مسائل عمیق و پیچیده و خواه برای مسائل بیهوده و بی ارزش. سال 1365 خورشیدی برابر با 1986 میلادی، در گذشت نویسنده، محقق و مترجم معاصر کریم کشاورز که در شهر رشت به دنیا آمد و پس از پایان تحصیلاتش به عنوان نویسنده، محقق و پژوهشگر شروع به فعالیت نمود و تألیفات و مقالات متعددی از خود بر جای نهاد. کشاورز علاوه بر زبانهای ترکی، روسی و فرانسوی با زبانهای انگلیسی و عربی نیز آشنا بود. کشاورز سالیان طولانی به تدریس زبان فارسی پرداخت و انجمن فرهنگی رشت را تأسیس نمود. وی پس از چندی به تهران آمد و در کنگره نویسندگان با بزرگان و ادیبانی همچون علی اکبر دهخدا، نیما یوشج و محمد تقی بهار آشنا شد. وی همچنین علاوه بر نویسندگی به کار ترجمه نیز می پرداخت و در طول 70 سال فعالیت در عرصه تألیف و ترجمه، آثار بسیاری از روسی و فرانسوی به فارسی ترجمه کرد که اسلام در ایران، کشاورزی، مناسبات ارضی ایران در عهد مغول، گیلان و هزار سال نثر پارسی در 5 جلد از جمله این آثار هستند. سال 1376 خورشیدی برابر با 1997 میلادی، در گذشت سید محمد علی جمالزاده، پدر داستان نویسی نوین ایران که در اصفهان دیده به جهان گشود و پس از اتمام تحصیلات ابتدایی راهی بیروت و سپس پاریس شد و در فرانسه در رشته حقوق فارغ التحصیل گردید. وی در 22 سالگی، در حالی که بسیاری از مناطق ایران در شرایط بیطرفی در جریان جنگ جهانی اول به اشغال دولت‌های روس و انگلیس و عثمانی در آمده بود، به کرمانشاه رفت و ارتش کوچکی از کردها برای جنگ با متفقین به وجود آورد، اما خیلی زود این کار را رها کرد و عازم برلین در آلمان شد. جمالزاده سپس به مدت 25 سال در دفتر بین المللی کار در ژنو شروع به فعالیت نمود و در کنار آن به مطالعات وسیعی دست زد و پس از چندی شروع به داستان نویسی کرد. او مجموعه از داستانهای کوتاه خود را منتشر کرد که بعدها اساس نخستین کتاب وی با نام یکی بود یکی نبود شد.